همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه های کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. در رسانه ها بامداد امروز، رسانه های ایران که بازتاب در رسانه های اینترنتی خارج هم پیدا کرده، خواندم که آقای آیت الله جوادی آملی، یکی از مراجع تقلید که در این دوران جمهوری اسلامی برآمده، در راهپیمایی روز قدس گفته است که این حملات موشکی ایران سپاه پاسداران به داعش قدرت اسلام را نشان داد و سخنان دیگری در این راستا. من در بخش دوم این برنامه به درازا، تا آنجایی که زمان به من این پروانه را بدهد، درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به داعش یا دیگر گروه ها و این فرمایشات بسیار کودکانه، ابلهانه و بدور از منطق آقای جوادی آملی خواهم پرداخت. اما در اینجا تنها یک پرسش رو در برابر ایشان و این مراجع عالی قدری که اینقدر به نظر می آید که دانش و شعور و سواد داشته باشند، عنوان می کنم. این حرفایی که برای فریب توده مردم میزنند، مردم فریبی، اگر 10-15 تا 40 تا 50 تا موشک سپاه پاسداران به پایگاه های داعش یا گروه های دیگری که نشانه گرفتند، اینها نشان پیروزی اسلام باشد، این همه موشک ها و پرواز های هوایی و بمباران هایی که اسرائیل در این سالها در برابر مخالفان خودش از گروه‌هایی مانند حماس یا گروه‌های فلسطینی یا دولت سوریه، پیشتر مصر و دیگران انجام داده، این همه حملات و نیروهای نظامی، قدرت نظامی که اینها نشون دادن، در برابر این 60 تا 70 تا 50 تا موشکی که شما انداختید، این هم نشانی از قدرت آیین یهوده؟ چون اگر 50-60 تا موشک نشانی از قدرت اسلام باشه، هزاران هزار موشک و هواپیما و بمباران و این همه نیرومندی اسرائیل خوب نشان میدهد که آیین یهود خیلی تواناست. اگر این منطق بیپایه و عوام فریبانه این حجت الاسلام، رهبر دینی، مرجع تقلید رو بپذیریم، این پیروزی های گسترده ایالات متحده آمریکا در جنگ با نیروها، دولت ها در عراق، در کشورهای دیگر، برانداختن رژیم صدام، قذافی، همین موشک هایی که به تازگی آقای ترامپ به طرف سوریه انداخت، اینها نشان پیروزی آیین مسیحه؟ یعنی اینکه آقای ترامپ دستور داد موشک هایی رو به سوی سوریه بندازن و یک پایگاه هوایی رو تا حدودی از بین ببرن، اینها نشان پیروزی آیین مسیحه؟ چون اگر موشک های ایران نشان پیروزی آیین اسلامه، خب موشک های اونها هم حتما بار مذهبی و آیینی داره، یا پیروزی یهوده یا پیروزی مسیحه، آیین مسیحه. و اگه بخواهیم با این منطق کودکانه، فرومایه و عوام فریب به راستی به دنیا نگاه بکنیم، که خب موشک های شما در مقابل کارهایی که اونجا انجام میدن بیشتر به ترقبازی دوران چهارشنبه سوری بچگی ما میخوره. بنابراین این چه سخنی است که این تعداد موشک هایی که شما انداختید حالا به جایی رسیده یا نرسیده نشان پیروزی اسلامه؟ چرا؟ مگه این موشک ها رو اسلام ساخته؟ این موشک های شما رو همون تکنولوژی ساخته که موشک های اسرائیل و موشک های فرانسه و موشک‌های آمریکا و موشک‌های کره شمالی و روسیه و دیگران ساخته؟ تکنولوژی این موشک‌ها رو ساخته، و این تکنولوژی که اسلامی نیست، این تکنولوژی است. حالا شما به نام اسلام ازش بهره می‌گیرید، کسانی ممکنه بگن ما به نام دولت یهود ازش بهره می‌گیریم. البته اونها کم رنگ‌تر این بحث رو مطرح می‌کنن. غربی‌ها که اصلاً اصراری در این ندارن که کارهایی که انجام می‌دهن به نام آیین مسیح باشه.
من میبینم در میان برخی از هممیهنان ما که به حکومت هم انتقاد دارند و من در برنامه چند روز پیش هم با آقای مهری همین رو در میان نهادم و هفته پیش هم اشاره گذرایی به این موضوع داشتم، کسانی اینگونه نگاه میکنند که در این جبهه گیری که در مقابل ایران هست، در برابر ایران هست، که به گفته برخی یک دشمن سوگند خورده ایران یعنی اسرائیل، که من باور ندارم اسرائیل دشمن ایران باشه، دشمن جمهوری اسلامی هست، و دولت عربستان که شاید به اونها بیشتر دشمنی با ایران بچسبد تا دشمنی تنها با جمهوری اسلامی، و این جبهه گسترده‌ای که به وجود آمده در برابر ایران و برخی انگشت اتهام رو در مورد این رویداد تروریستی تهران به سوی عربستان متوجه می‌کنند و یا گروه‌هایی که با اونها نزدیک هستند، و با اشاره به اینکه عربستان در این سال‌های گذشته از درون دولت عربستان از جریان القاعده پشتیبانی شده، عربستان در واقع القاعده رو با پول عربستان القاعده در افغانستان بنا شده، با خون افغانی‌ها و پول عربستان و دستگاه امنیتی پاکستان، با توجه به اینکه اینها در دامان خودشون آدم‌های تندرویی که از دل اونها تروریسم اسلامی برخواسته پرورش دادن، با توجه به اینکه ما اسناد زیادی در دست داریم که برآمد داعش تا حدود زیادی با پشتیبانی کسانی از عربستان بوده، با پول کسانی از عربستان بوده، خورده میگیرند که شما چرا توجه نمی کنید که ایران درگیر یک جنگ منطقه‌ای است و باید از منافع ملی ایران در این راستا پشتیبانی بشود. من زمان درازی رو برای پاسخ دادن به این سخنان در پیش رو ندارم، ولی در این دوران کوتاه، زمان کوتاه، چند نکته رو با شما در میان میگذارم. نخست اینکه منافع ملی یک مفهوم پذیرفته شده جهانی است که دارای جنبه‌های دائمی و جنبه‌های تاکتیکی است. جنبه دائمی منافع ملی یعنی امنیت یک کشور، مرزهای اون کشور، روابط نیک اون کشور با کشورهای پیرامون و جستجوی گسترش منافع بازرگانی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور در کشورهای دیگر جهان. این منافع ملی است که در دنیا همه جا پذیرفته شده. زمانهایی هم در درازای تاریخ یا در بزنگاه‌های تاریخ می‌رسد که یک رویداد منافع ملی تازه‌ای رو در مقابل کشور قرار می‌دهد. مثلا گفتمان بر سر ملی کردن صنایع نفت برای منافع ملی ایران بود، رو در رو شد ایران با شرکت نفت ایران، انگلیس و بریتانیا. یا در هنگامی که دولت رضا شاه پیش از اینکه پادشاه بشود، رضا شاه در دورانی که نخست وزیر بود، رفت و خزعل رو بر کنار کرد و به تهران آورد و خوزستان رو به ایران عملا پیوند داد، چون خوزستان تقریبا نیمه گسسته از ایران بود. این کوششی برای حفظ منافع ملی ایران بود. درگیری ایران در دوره رضا شاه با اسماعیل آقا سیمکو و سرکوب شورش اون گروه از کردان به سود منافع ملی ایران بود. گفتگوهایی که در دوران رضا شاه بر سر منافع ایران در خلیج فارس بود، اعمال حق حاکمیت ایران، حتی سر بحرین و جزایر دیگر، و بسیاری چیزهایی که در اون دوران از جمله بر سر حق کشتیرانی در اروندرود انجام می شد، اینها بخشی از منافع ملی ایران بود که بخشی از اون موضوع استراتژیک که جنبه تاکتیکی هم پیدا کرده بود. منافع ملی در فرهنگ سیاسی جهان در دوران مدرن یا در پیش از این که ما واقعا وارد دوران مدرن بشویم، دوران مدرنی بشویم، ساخته شد. تا پیش از جنگ های 30 ساله در اروپا، بیشتر کشورهای اروپایی یا نیروهای اروپایی پدیده‌ای به نام منافع ملی رو ازش سخن نمی گفتن. بیشتر دولت ها زیر سایه نیروی مذهبی که بر اونها چیره بود کار می کردن. در واقع منافع مذهبی بیشتر از منافع ملی اهمیت داشت. در سودای منافع مذهبی بود که جنگ های صلیبی به راه افتاده بود،
مسیحیان در یک سوی و مسلمانان در سوی دیگر. صلاح الدین ایوبی به دنبال منافع ملی مصری که بر اون چیره بود نبود. اصلا کشوری به نام مصر به مفهوم ملی شناخته نمی‌شد. صلاح الدین ایوبی نماد در واقع مقاومت مسلمانان در برابر نیروهای صلیبی بود. درست یا غلط کار ندارم، یعنی این بود در واقع. در دوران مدرن ما با پدیده‌ای به نام ملت روبرو شدیم و منافع ملی شکل گرفت و نخستین بار همین واژه منافع ملی در فرانسه ساخته شد که به اون رزوندتا میگفتند، یا دلیل دولت، چرایی دولت، چرا دولت، یعنی دولت برای چیست، چرا دولت باید از یک منفعتی پشتیبانی کند. و این تبدیل شد به واژه منافع ملی، نشنال اینترست، همون رزوندتا به منافع ملی و نشنال اینترست. و در دورانهای گوناگونی موضوع منافع ملی دارای جنبه‌های منفی و مثبت شد. منفی اون برخوردی بود که مثلا هیتلر با پیمان ورسای داشت و به نام منافع ملی آلمان پیمان ورسای رو نادرست دونست و به بهانه لغو پیمان ورسای تحریکات و تبلیغات برای آغاز جنگ جهانی دوم رو پدیدار ساخت. به بهانه منافع ملی چرچیل خواهان این بود که نفت ایران همچنان در دست دولت بریتانیا باقی بمانه به عنوان منافع ملی. اصلا نفت ایران رو بخشی از منافع ملی بریتانیا می دانست. منافع ملی ایران امروز چیست؟ منافع ملی ایران حفظ یک پارچگی ایران است، جلوگیری از تجزیه ایران است، امنیت شهروندان ایران است، تندرستی و سلامت این جامعه است. منافع ملی ما در این است که ما بهترین روابط رو بیشترین کشورها در جهان داشته باشیم. منافع ملی ما در این است که بازرگان ایرانی بتواند بدون هیچ گونه گرفتاری و تحریم کالا وارد بکنه و کالا صادر بکنه. منافع ملی ما در این است که صنعت ایران دارای پیوند روشن و آشکار و بدون هیچ گونه گرفتاری با ساختارهای صنعتی بزرگ جهان باشند. منافع ملی ما در این است که دانش آموختگان ایرانی بتوانند برای ادامه دانش آموزی به خارج از ایران بدون گرفتاری و دردسر بروند و بازگردند. منافع ملی ما در این است که ایرانیانی که در خارج از کشور توانایی یافتند بتوانند در ایران کار کنند یا سرمایه گذاری کنند. منافع ملی ما در این است که به راستی ملت پاسدار این منافع باشد، یعنی مجلسی وجود داشته باشد، آزادی‌هایی وجود داشته باشد که این دولت نماینده ملت باشد و در بزنگاه‌های بزرگ تاریخی تصمیم بگیره این ملت که آیا می‌خواهد در یک چالش جنگی درگیر بشود یا نه. در همین ایالات متحده آمریکا و در بیشتر کشورهای اروپایی آغاز جنگ با رئیس جمهور یا رئیس دولت نیست، با مجلس نمایندگان است. مجلس نمایندگان است که باید رأی بدهد که رئیس جمهور میتواند وارد یک جنگی بشود یا نه. پارلمان است که این تصمیم رو میگیرد. در بریتانیا که نخست وزیر میتواند در یک جنگی یا حتی در فرستادن سپاه به افغانستان دخالت بکنه یا نه. حتی خانم تاچر لشکرکشی به فاکلند رو به رأی پارلمان بریتانیا گذارد. راهی هم جز این نداشت. این قانون پذیرفته شده این کشور بود. ما با چنین مجلسی که روبرو نیستیم، مجلس نمایندگان نداریم. نمایندگان مجلس ما از سرند نظارت استصوابی رد شدند و زیر سایه رهبر نظر میدهند و در نتیجه در ایران منافع ملی وجود ندارد، منافع دولتی وجود دارد. این منافع دولتی در ایران با آیین شیعی، با آیینی که بر قانون اساسی ایران در ولایت فقیه با نظام ولایت فقیه یک پارچه و همگون شده و همگن شده، با این پیوند داره. چرا تمام دخالت جویی های ایران در کشورهای دیگر در جایی است که با شیعیان سر و کار داره؟ از شیعیان عراق پشتیبانی میکنه، از شیعیان در لبنان پشتیبانی میکنه،
به بهانه شیعه بودن دولت اسد در اونجا در واقع ایران رو گرفتار کرده، به بهانه شیعه بودن حوتی ها که اگر در ایران می بودند زندانی می شدند، چون شیعه 12 امامی نیستند و شیعه 12 امامی رو قبول ندارن، زیدی هستند، در اونجا دخالت میکنه. کاری به کار افغانستان و تاجیکستان و دیگر کشورهایی که حوزه های تاریخی فرهنگی و سیاسی ایران بوده به این صورت نداره. نگاه نگاه مذهبی است، نگاه نگاه آیینی است، این منافع ملی ایران نیست، این موشک پراکنی های ایران بخشی از منافع ملی ایران نیست. جمهوری اسلامی منافع ملی ما رو به خطر انداخته، زیرا با این نوع رفتاری که انجام داده یک جبهه گسترده بسیار نیرومند جنگی رو در برابر ایران توانا ساخته و چه بسا که یک جنگی رو ما در پیش رو داشته باشیم که حتی یک پارچگی ایران رو تهدید بکنه. کدام دولت دانایی، کدام دولت عاقلی انگامی که یک جبهه نیرومندی از ایالات متحده آمریکا و عربستان و کویت و امارات و مصر و دیگر کشورها، اسرائیل و دیگر کشورها با نیروی 10 برابر از نقطه نظر نظامی، 100 برابر از نقطه نظر اقتصادی در برابر ایران به وجود آمده، هنوز می رود و انگوش به چشم اونها می کند و موشک می اندازد و حلما مبارز می طلبد و می گوید که ما قدرت اسلام رو نشان می دهیم، اگر راست می گویید بیایید و با ما بجنگید. کدام دولت معقولی، کدام دولت دانایی که خواستار براستی منافع ملی مردم ایران است چنین کارزارهایی رو به راه می اندازه؟ به جای پاپس کشیدن، آرامش ایجاد کردن، همچنان به جنگ افروزی ادامه می دهد. جای گفتگو نیست که امروز ما در عربستان با فراز کسانی روبرو هستیم که خواهان جنگ با ایران هست. جای گفتگو نیست که دولت آقای نتانیاهو خواهان ویرانسازی بر روی بخشی از ایران یا دست کم چند پارچگی ایران است. منافع ملی اونها این رو اقتضا میکنه. ولی با اگر شعوری وجود داره، اگر دانشی وجود داره، اگر ارزیابی منطقی و اصولی وجود داشته باشد، اگر چنین سوداهایی در پیش است، کسانی که این رو در میابند که نباید برمند و دشمن رو که از خود اونها تواناتر هست تحریک بکنند و بگویند اسلام ما رو حفظ خواهد کرد، یا به گفته آقای جوادی آموری ما کشور رو باید حفظ کنیم، انقلاب رو حفظ کرده و در اختیار حضرت ولی عصر قرار دهیم. یعنی از این پرت و پلاها که بله ما این کشور رو بالاخره تقدیم خواهیم کرد به امام زمان که توپ و تفنگ و بمب اتمی هم در او تأثیر نداره. خب اینها به درد مردم امروز نمیخوره. فردا اگر جنگی در بگیرد و میلیون ها ایرانی کشته بشوند، امام زمان به یاری اونها خواهد آمد. کجای این منطق با منافع ملی ایران ارتباط دارد؟ اینها منافع دولت شیعی در ایران است که 40 سال از دمار از روزگار مردم ایران در آورد و حالا به بهانه منافع ملی دست از سر این جنگ افروزی ها در منطقه بر نمی داره. من در این مورد جای گفتگو نمی بینم که کسانی در کمین نشستند و دشمن کشور ما هستند و می خواهند با ایران جنگ بپا کنند، چرا باید به اونها بهانه داد؟ چرا باید این کارزار رو کاهش نداد؟ دست از دخالت در کشورهای دیگر بر نداشت؟ چه منفعتی از دخالت در سوریه و یمن و لبنان به ما ایرانیان میرسد؟ کجا سودی به یک خانواده ایرانی رسیده است که ما در سوریه میلیاردها دلار خرج کنیم برای حفظ یک رژیم خونریز و تبهکار و دشمنی گروه دیگر رو به خود بپذیریم؟ منافع ملی ما در این است که یک پارچگی ایران و امنیت ایران رو حفظ کنیم، از دخالت و جنگ افروزی در کشورهای دیگر خودداری کنیم و به راستی کوشش کنیم ایرانی توانا، ایرانی مدرن، ایرانی دموکراتیک با کشورهای اروپایی و به دنیای غرب پیوند و ارتباط نزدیک داشته باشد و از این محرومیت ها و تحریم هایی که در برابر ایران قرار گرفته رهایی پیدا بکنیم. منافع ملی ما در این است، نه در جنگ افروزی و دخالت در کشورهای پیرامون خود. حوتی ها بخشی از منافع ملی ما نیستند. من به این کار ندارم که رفتار عربستان در یمن تا چه اندازه جنایتکارانه است که هست، ولی
پشتیبانی و حفظ جنگ داخلی در یمن بخشی از منافع ملی ایران نیست، بخشی از کارزار مذهبی خاورمیانه است که یک سر اون دولت شیعی مذهب ایران است و هم پیمانانش و سر دیگر اون دولت‌های وهابی و اهل سنت و منافع بین‌المللی. ما باید از این کارزار خودمون رو پا پس بکشیم، ایران رو بسازیم و منافع ملی رو به راستی در چهارچوب مرزهای ایران حفظ کنیم. به این معنا نیست که ما نباید تأثیر بر کشورهای پیرامون خودمون داشته باشیم، ولی نه ماجراجویانه، نه جنگ افروزانه، نه از این راه هایی که جمهوری اسلامی دنبال می کنند. منافع ملی ایران از جمله با دموکراسی، با حتی حاکمیت ملی پیوند دارد. بدون داشتن یک دولت ملی، منافع ملی کمرنگ و بی ارزش است، به منافع دولتی تبدیل می شود، به منافع ایدئولوژیک و تاکتیکی دولت مربوط می شود و در این راستا ملت زیان می بیند، مردم زیان می بیند. منافع ملی ما در این است که راههایی پیدا بکنیم که این تنش‌های قومی که در ایران به وجود آمده رو پایان بدهیم، کاهش بدهیم و مردم رو هم سرنوشت و شریک در آینده ایران بدانیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. این وعده رو خدمت شما می‌خواستم بدهم، همیهنان گرامی، که من در هفته آینده، چون بار دیگر می‌بینم که ستایش از اندیشه‌های شریعتی بالا گرفته، هفته آینده رو به بازبینی و بررسی اندیشه‌های شریعتی بپردازم. تا هفته آینده، روز و روزگار بر شما خوش باد.